مهران عزیز خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خوشحالم که میبینم. بر ما یک روالی داریم که تو بدهید سلام عرض کنی به بیننده‌های ما. متشکرم. آره. سلام عرض میکنم و خوشحالم که اینجا هستم و در خدمتتون. اولا به تبریک میگم ما. بسیار بازیت خوبه. قبلا هم گفتم الانم بهت میگم. خیلی ممنون. یکی از بهترین بازی‌های فیلمی و من وقتی نشستم تا تفیلم رو دیدم با کاراکتر تو خیلی خوب جلو رفتم. و اصلا احساس نزدیکی خیلی خوبی کردم بازی تو. یه جمله پشت سرت گفتم در واقع، اما در واقع چون بازی تو درخت گردون دوست نداشتم. بله. ولی در واقع تو این فیلم خیلی دوست داشتم. یه اتفاق افتاده. این اتفاق ریشه‌اش چی بود؟ کیمیایی هست. خودت هم هستی. یعنی چه اتفاقی؟ چه ارتباطی؟ ممنونم از لطف شما. همین که شما میگید خیلی با ارزشه. اتفاقا سوالی که از دوستان هم بود فکر می‌کنم حالا هم خاتون هم بله بله خاتونم مثلا خائن کشی این اتفاق افتاده دیگه. آدم شاید دو سه تا نکته هستی که اینکه آدم تصمیم میگیره از یه مقطعی از یه سنی از یه جایی که یه جور دیگه بشه، یه کارایی بکنه که به نظر خودش قدرتمندانه تر بهتره در و این یکیشه، این تصمیمه است که تو ذهن آدم اتفاق میفته. یکی این که خب ما مدام داریم تجربه میکنیم، یاد میگیریم و جلو میریم و این هی ما رو عوض میکنه هرچی جلوتر میریم. امیدوارم که برای همه این باشه که رو به بهتر برن. و نکته سوم، بله، حضور آقای کیمیایی به عنوان کارگردان، کنسهایی که ایشون میداد و هدایتهاش، خب میدونید بی نظیره. مسعود خان کیمیایی معروف به بازیگیری و بازیگردانی و خب این در مورد من هم بود. یعنی یه چیز کوچولو به شما میگه و میره. یه چیزی کوچولو خیلی موقعی. آره، که همون یهو یه چیزی در شما زنده میکنه که شاید قبلا نداشتین یا بهش فکر نکردین و این این جادوه در مورد آقای کیمیایی. جملات کوتاه میگه. قبلا بازی میگه، گاهی وقتا بازی میکرد. نه یک الان دیگه نمیکنه. آره، یک کلمه میگه و میره. یه چیز جذاب شاید باشه بهتون بگم. سر صحنه آقای کیمیایی موقع فیلم برداری با اینکه صدا سر صحنه است، یه چیزایی میگه یهو. یه همون در هنگام بازیه تو. آره، به شما. آره، دور. آره، آره. بعد آقای خانزادی که خسته نباشید میگم بهشون، میگفت آقا صدا داریم ضبط میکنیم. تو سکوتا میگفت که بشه در آورد. مثلا من از در میومدم تو، میگفت وای وای اومد. بعد من یهو اینجوری میشدم مثلا. یعنی آره، یهو یه حسی رو به من از اون ته پشت مونیتور انتقال میده. دوباره از پشت پنجره نگاه میکردم، گفت وای وای داره نگاه میکنه. یعنی یه جوری میگفت همینجور کلمات تو تو تأثیر میذاره. آره، نگاه تو تأثیر. آره، این کلمه ها به شدت تأثیر میذاره. خیلی بلده آقای کیمیایی، خیلی بلده سینما رو، کار با بازیگر رو، قاب بندی رو. و ما همینجوری همه در حال یادگیری بودیم دیگه. به طور تصمیم که گفتی که آدم تصمیم میگیره، تصمیم گرفتی که دیگه از این بعد بازی کنی که خیلی کم بازی کردی. بله. تصمیم گرفتی که نقشایی بازی کنی که دوست داشته باشی. بله، کاملا. چون این اولین تصمیم. آره، توی شلوغی های این سال ها و کار کمدی، حالا چه سریال چه سینما، اینها هیچ وقت نه فرصتش میشد نه موقعیتش شاید پیش می اومد، من نمی رفتم. ولی الان دیگه به نظرم کافیه، یه ذره باید تقسیم کرد بین این مدل کار و بازی کردن، هم ساختن هم بازی کردن. در نه، این تصمیم در ساختن هم گرفت. بله، که در ساختن هم اگه کاری بخوای بسازی کاملا روال دیگه گذشته داشته باشی. کاملا، یعنی کاملا از آنچه که حالا بعد از این مسابقه دوره همی که داره ساخته میشه که ادامه گذشته است و حالا سعی میکنیم بهتر باشه، ولی از این به بعد، یعنی از شروع سال جدید به نظرم میخوام کارهایی که میکنم، چه سریال چه سینما که میسازم و چه کارهایی که بازی میکنم، کلن یه فرمت دیگه داشته باشه. و یعنی تو متولد 46ی. من 46. با کیمیایی خیلی از نسل کیمیایی خیلی قبل از تو.
فیلم های کیمیایی رو از کجا شناختی؟ چی جوری شناختی اصلا کیمیایی؟ خب تو ویدیو شناختی دیگه حتما. بله دیگه، نسل ما نسل ویدیو، با ویدیو نسل. فیلم دید با بتاماکسی دیگه. آره آره. و خب دهه 60 من مثلا گوزنها رو در سینما دیدم. پرده. آره آره. 58 دیدی؟ 58 فکر کنم. آره یعنی مثلا 12 سالم بود. 58 دیدم. بله در سینما دیدم خیلی از فیلم‌ها رو، ولی خب بعد بان شدیم نسل ویدیو. و چقدر اون موقع کیمیا مورد علاقت بود؟ یعنی چقدر دوستش داشتی؟ چقدر در موردش شنیده بودی؟ یعنی خیلی دلم می‌خواد تحلیل مهران مدیری رو کیمیایی بدیم. ببینید آنچه که شنیده بودیم در مورد آدم‌های بزرگ حرف خیلی میزنن، هزار تا روایت وجود داره در مورد هر کدوم از آدم‌ها، و شما تا از نزدیک نبینینشون متوجه نمیشین که تو ذهنشون چی میگذره. دانش آقای کیمیایی نسبت به همه چیز در جهان خیلی زیاده و خیلی وسیعه، و اصلا چی لذت بخشتر از همصحبتی با او؟ بیشتر اوقات ما به گپ و گفت میگذشت سر فیلم مرداری، یعنی من دلم میخواست که کنارشون بشنم و بشنوم. و یک مجموعه ای از دانسته هاست و تجارب عجیب و غریب به زندگی که گذرنده و کارهایی که کرده. قبل از که به دانش برسیم، که من میدونم که تو حالا خودت هم مطالعاتی داری بسیار زیاد، تو فیلم های کیمیایی کدوم فیلمش خیلی دوست داشتی؟ یعنی به عنوان 12 ساله، 14 ساله، 15 ساله، اون سالهایی که نوجوان بودی. من گوزنها رو خیلی دوست دارم. گوزنها فیلم مورد علاقه. 25 بار دیدم. 25 بار گوزنها؟ واقعا. سرب رو خیلی دوست دارم. خود فیلم برداری، فضای سرب، بازی ها، موسیقی، و به شدت فیلم فوق‌العاده‌ایه. همه کارهای کیمیایی دوست داشتنی هم. ولی خب حالا یه دوره خیلی اوج وجود داره، یه دوره یه ذره کمتر، یه ذره به هر حال شرایط آدم هاست و نمیدونیم چرا این اتفاقات افتاده. ولی باز بعد از به نظرم سالها خائن‌کشی فیلمیست که شما رو نگه میداره، شما رو به فکر رو میداره و حرفای مهمی توشه. خائن‌کشی تو فیلمای 10 سال اخیرش بهترینش بود. بهترینه. تو به تاریخ معاصر خیلی علاقه داری ظاهرا. مطالعه. بله. من اساساً به تاریخ. به تاریخ. اساساً به تاریخ. ولی خب بخش ایران خودمون و بخش مثلا 50 سال اخیر، 60 سال اخیر، 70 سال اخیر به نظرم خیلی جذابه. کیمیایی بحث تاریخ معاصر زیاد می‌کردیم. توی همین هر وقت فرصت می‌شد. آره. و ایشون میگفت و من می‌شنیدم. دوره مصدق چیه؟ دوره مصدق. خب. صحبت می‌کردیم با هم دیگه. بله، نظراتی ایشون داره راجع به اساساً مثلا دهه 20 و 30 و اینها که متفاوته و خاص خودشه و نمیتونم اینجا بگم. نظرات خودت در مورد مصدق و این فیلمی که الان راجع به مصدق هست چیه؟ نظرات خودم راجع به مصدق رو هم اینجا نمیتونم بگم. ولی به هر حال فیلم داره انگار یه جور ادای دین میکنه به مردم مصدق. اول و ایران و مصدق و آدم هایی که به هر حال کوشیدند که این کشور رو سر پا نگه دارند، رو پای خودش نگه دارند و جلوی یه چیزایی رو بگیرن. این آدم ها همیشه در تاریخ ما موندن، در ذهن ما موندن. و فیلم یه کمی به همه این موضوعات ادای دین میکنه و بیشتر راجع به مردم حرف میزنه. و یه جمله. تو این ادای دین دوست داشتی دیگه؟ بله بله، قطعاً. و اینکه این جمله توی فیلم خائن‌کشی که ما سیاسی نیستیم، حرف سیاسی میزنیم. بله بله. جمله بله. مهمی. خیلی جمله مهمی. این جمله اصلا فیلمایی که میبینید که بعد از سالها دوباره راجع به صحبت میشه. یعنی بله. اعتراض، همه حرفایی که اون پیش زده شده اتفاق افتاده. درست. ضیافت اتفاق افتاده. درست. چون من می‌خواستم بدونم نظر تو راجع به جنبش ملی شدن صنعت نفت چیه؟ به عنوان مهران مدیری که الان جلوی من نشسته، بازیگر نیست، کسی که تاریخ معاصر رو مطالعه کرده و کسی که اینا رو هم دوست داره. من ممکنه
حرفی که میزنم به مذاق خیلی خوش نیاد. من اساساً اعتقادی به سیاست ندارم، اساساً سالم نمیدونمش، از ریشه سالم نمیدونمش. یعنی اینکه خیلی آدم‌های مهمی در تاریخ ما بودند که دل سوزوندن برای کشورشون و برای مردمشون، ولی برای همینم خیلی وارد موضوعات سیاسی نمیشم و نشدم، برای اینکه اساساً از ریشه اعتقادی بهش ندارم. فکر کنم قدرت اساساً فساد پذیره و هرگز به جای خوبی نمیرسه. برای همینم نه تنها ایران، در طول تاریخ مدام میبینیم چه اتفاقات عجیبی. خب در این رابطه نظر در مورد این فیلم سیاسی اینه که فیلم سیاسی زیرپوستی تر و در واقع یه جور دیگه باشه تا مستقیم. بله بله، تا مستقیم حرفا رو رو بزنه. ولی خب این چیزی که من در مورد موضوع سیاست عرض میکنم خیلی فکر شخصی خودمه. میلیون ها انسان در کشور ما اساساً سیاسی هن، سیاست رو دوست دارن، سیاست براشون مهمه. و ولی این چیزی که میگم خیلی فقط راجع به خودم، خیلی خاص سلیقه خودت دیگه، نظر خودت. آره. چون من میخوام نظر خودت بدونم، چون من میخوام در واقع در مورد خائن‌کشی تحلیل کلی تو از خائن‌کشی چیه، یعنی خودت به عنوان بازیگر خائن‌کشی. چون من میخوام صرفا راجع به خائن‌کشی. بله ببینید به نظرم نمیدونم این تصمیم آقای کیمیایی بوده یا نه، اما فضاسازی فیلم به لحاظ نور، به لحاظ اتمسفری که در فیلم حاکمه، به لحاظ حتی شکل نورپردازی و آدم های تو تاریکی بودن و و و هزار تا چیز دیگه، به طور کلی مفهوم عشق رو به ما القا میکنه، مفهوم مردم و دوست داشتن مردم و گناه دارن این مردم و حیفن این مردم رو به ما القا میکنه. ممکنه اینا رو مستقیم نگه، ممکنه توی دیالوگ ها نباشه، ولی فضای کلی فیلم یک تأثیری روی شما داره که به این حس ناسیونالیستی میرسید راجب مردمتون، راجب وطنتون. و این خیلی کار مهمیه، کار بزرگیه که با زبان سینما شما بتونید. یعنی شما نمیفهمید چرا اینقدر روش شما تأثیر میذاره، در حالی که کارگردان حتما میدونه. کلیه این عوامل دست به دست هم میدن تا این حس رو در شما ایجاد کنن. این حس رو این فیلم در انسان ایجاد میکند و این خیلی موفقیت بزرگ. چند لحظه درخشان داری تو و در واقع سارا بهرام. متشکرم. اصلا این لحظات درخشان، در واقع این لحظات درخشان خیلی رو آدم تأثیر میذاره. یک عشق غریبیه اون تیکه آخر. بله. چقدرش از خودت میاد، یعنی پیشنهاد خودت یا لحظه ای که شکل گرفته، و چقدر از اون فضا میاد؟ میخوام این لحظات رو برای من بگی، چون من میخوام بازی خودت رو بیشتر سمارم. این که از هر به هر حال هر آدمی تجارب شخصی داره در زمینهای مختلف که اونا رو موقع شروع کردن به یک بازی فایل ها رو شروع میکنه بیرون کشیدن و بهش مراجعه کردن، به تجربیات شخصی مراجعه کردن. در هر چیزی، در بغض، در عشق، در حسرت، در اسارت، در تمام این لحظات توی لحظه لحظه این آدمه هست. هرچی باش پیش بینیم بیشتر گرفتار میشه، بیشتر غمگین میشه، بیشتر حسرت میخوره و بیشتر نشون میده که عاشقه. اینا همونطور که شما استادید میدونید، تجربه شخصی بازیگر به کار گرفته میشه. آقای کیمیایی هم از همون کلمه های کوچولو یه دونه میاد در گوشت میگه و میره. از اون دور یه چیز کوچولو میگه. نگاهت مهران فرق داره با نگاهت تو فیلم. نگاهی که تو این فیلم داری من خیلی دقت کردم، نگاهت هم فرق داره. نشستن نگاه کردن، یعنی من میگم یک اتفاق افتاده، یعنی یک اتفاق غریب افتاده. من همین میگم. شاید دارم پخته تر میشم. هی پخته تر هستی و
به هر حال آقای چرا کیلی... درخت گردو اونطوری شد؟ یعنی چرا اونطوری شد؟ من انتظار نداشتم. آقای ایرانی، من نمیدونم شما فیلمو دوست دارید یا نه. من با فیلم مخالفتی ندارم. ولی خیلی هم فیلم دوست ندارم. ولی در واقع نکته اینجاست که مخالفتی هم ندارم. ببینید، از این کارهایی است که من اصلا نمیگم فیلم خوبی یا بدی یا اصلا مهدویان رو دوست دارم و کار کردیم با هم، خیلی هم خوش گذشت، خیلی هم روزهای خوبی. اما از این موقعیت‌ها که خودتون میدونید که آقا این الان دکتره رو نداریم، بیا بازی کن. آخه به من ربطی نداره این نقش، یعنی مال من نیست، این نقش مال من نیست. بعدم خیلی پیچیدگی در این آدم وجود نداشت، در این شخصیتی که در فیلم هست. ولی میدونید دیگه، از این موقعیت‌هایی بود که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل بازی کن. دیگه نمیخوای از این موقعیتایی که معلومه که نه این دلیل بازی معلومه که معلومه که نه دیگه نمیخوای. نه من خب تو خیلی پیشنهاد داری فکر می‌کنی. بله بله بله، ولی خیلی خیلی سخت، خیلی سختم تو این ماجرا، خصوصا از این به بعد. یعنی اگر که اتفاقات خوبی افتاده در خاتون، در خائن کشی، خیلی تو خاتون اتفاق خوبی. مرسی. و ولی خب آدم سخت‌تر میشه و وسواسش بیشتر میشه و بعد حواسش رو بیشتر جمع کنه. اونجا از اون لحظاتی بود که گفتن حالا بیا این کارو بکن. آره آره آره. و تو هم در واقع یه موقعیتی بود که آره گفتم کمک کنیم که بشه. و همه ما در طول زندگیمون از این 3 4 تا 5 تا اینجوریا داریم دیگه، که خودمون دوستش نداریم، میگیم کاش نکرده بودیم، کاش نرفته بودیم. ولی خب باز این پختگی باعث میشه آدم هی وسواسی‌تر شه و سختگیرتر شه و همه چیزو بدونه بعد بره سراغش. وقتی که سناریوی خائن کشی رو خوندی و با کیمیایی صحبت کردی، بدون اینکه قصه رو بخوایم باز کنیم، توضیح کیمیایی در مورد نقش چی بود؟ کلیش چی؟ سناریوی وجود نداره. ما یه چیز خیلی 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 کلی با هم حرف زدیم در دو خط، گفتیم بریم، رفتیم. آقای کیمیایی سر صحنه می نوشت، سر صحنه دکوپاژش رو داشت از قبل. بله بله. اما دیالوگ رو می اومد اونجا، می گفت اصلا این دو صفحه‌ای که به مهران دادی تو بگیرید به دست، یا می گرفت بگو اینو بدی، همونجا می نوشت. گفت اینه، اون نیست، اونو دوست ندارم، الان اینو دوست دارم. همونجا یک بار با هم می خوندیم و می رفتیم برای اجرا با هم می خوندیم. بله. و در طول و حالا با پارتنرها و بازیگرها و باز در طول فیلم برداری برای همون سکانسی که تازه به دست ما رسیده بود و قرار بود حفظش کنیم و می‌دیدیم که چقدر زیباتر از قبلی است واقعا، باز از اون چیزای کوچولو می‌گفتن و می‌رفتن از دور می‌گفتن وای وای باز اومد، وای وای چقدر خوبه، وای وای درجه یک، وای وای. پس این حس آره. سر صحنه بوده. آره مجموعه آره. اینا شما رو یه جوری میبره جلو و بهتون قدرت میده که خیلی جذابه. من فکر میکنم این کار خاص آقای کیمیایی فقط این شیوه دقیقاً کار خاص آقای کیمیایی. این که حتی تو صدا برداری هم حرف میزنه. بله. کار خاص آقای کیمیایی. بله. که چون یکی از بازیگرای دیگه هم میگفت دیگه که قضیه دیالوگای کیمیایی چی خونه دیگه. تو به عنوان خودت هم سناریستی، هم کارگردانی، هم بازیگری. من خیلی دوست دارم دیالوگای آقای کیمیایی، مختص خودشه، مثل زنده یاد علی حاتمی که دیالوگاش کاراش مختص خودش بود. کیمیایی هم در شیوه و سبک خودش آنچه که می‌نویسد و آنچه که از دهان بازیگر میاد مختص اوست. تو فرصت‌های دیگه این بوده که بخوای تو کار کیمیایی بازی کنی و نشونی؟ هزار بار. چطور؟ سر فیلم ضیافت آقای کیمیایی لطف کردن و من صدا کردن رفتیم. من نقش اصلیه بودم، سرگرد، و شروع کردیم تستگیریم، رفتیم تست لباس، رفتیم فکر کنم تمرینای قبل از فیلم برداری هم رفتیم. اون زمانی بود که من ممنوع کار بودم، سال 73. از ارشاد آمدن گفتن امکان نداره بذاریم این بازی کنه سر ضیافت. آره جلو پروژه رو میگیریم اصلا. جدی میگی؟ به همین سر. آره آره. خیلی رفتن اومدن، تلاش کرد خود آقای کیمیایی، دوستانش، نشد. و من با پر از غم رفتم. سال بعدش سلطان، اگه اشتباه نکنم سلطان. بله بله بله. باز همین اتفاق تکرار شد.
رفتیم حرف زدیم دفترشون سناریو فلان فلان، گفتن اصلا صحبتشو نکنید اینو، این نمیتونه. خیلی تلاش کردم باز نشد. این دوتا سر فیلم متروپول، بله بله، ایشون باز من رفتم خدمتشون، سناریو خوندیم حرف زدیم، که اون یکی از اون دو نفر من بودم تو اون باشگاه بیلیارد، دو تا اصلی به شدت درگیر قهوه تلخ بودم اون موقع و ما بعد میرسوندیم هفتگی و خیلی شرایط بدی داشتیم، هر کاری کردم نشد. دوباره سال بعد سر جرم همین اتفاق افتاد که تینا پاکروان دستیاره، بله بله، تینا پاکروان آقای کیمیایی بود، سناریو رو دادیم حرف زدیم، سه نفری جلسه گذاشتیم و و و باز تو اوج دو تا کار بود که هر کاری کردیم زمان بندیمون درست نشد. یعنی چهار تا کار نکرده من با آقای کیمیایی دارم. عجیبه. آره. در واقع خیلی این سالهایی بوده که میخواستی کار کنی. بله. ولی خوردی به خواهیم کشی. ولی آره. یکی از بهترین کارها. شاید قرار بوده این بشه و چه خوب که این. آره. من شایدم تو کار میهجویی هم قرار بوده بازی کنی. تا اونجایی که من شدیدم. بله. نارنجی پوش رو آقای مهرجویی به من لطف کردن و رفتم خونهشون با هم گپ زدیم و داشتم میرفتم سفر یک ماهی و ایشون میخواستن مثلا سه روز بعد کلید بزنن که باز نشد. سر مینور هم ما رفتیم حرف زدیم، بله، تمرین کردیم حتی، یعنی کار رسید به با استاد نصیریان و آقای مرجویی قرارهایی که تمرین میکردیم و اینها و باز نشد. یعنی من چون یه ذره بی خودی زیاد کار میکنم، هماهنگی ها خیلی سخت، خیلی انجام میشه. ولی امیدوارم تو کار مرجویی هم بتونی این خواهی کشید. بله، تجربه بایشون هم چقدر جذاب خواهد. من نمیخوام وقتی که بگیرم، یک سال برای من خیلی مهمه. پاورچین، نقطه چین و اون سریال ها، سریال های درخشان تاریخ تلویزیون هم. مرسی. یعنی من اگر بخوام تاریخ تلویزیون رو بررسی کنیم، سریال های طنز، این چند تا سریال تو در اون تاریخ به تدریج سریالات یه خورده فرق میکنن، فرقش به شرایط برمیگرده، به روحیت برمیگرده، به تغییرات سیاسی برمیگرده، به چی برمیگرده. آقای جیرانی فرمودین که به تدریج شرایط فرق کرده. آره، به تدریج شرایطمونو فرق کردند، فرق دادن. آره آره. فرق کردنمون، اینجوری بگم. آره، همه رو میدونید چون اون سریال ها خیلی در طنزهای درخشان، شب های برره آره. مرد هزار چهره، بله بله، مرد بله، دو هزار بله، چهره، قهوه تلخ، بله. یک پلان از اون کارها دیگه قابل پخش نیست، دیگه قابل پخش نیست، نه در تلویزیون نه در شبکه خانگی. حالا ممکنه بگن پاورچین اوکی پخش بشه، نقطه چی، ولی خیلی از کارها دیگه قابل پخش نیستن به خاطر شرایط روز، به خاطر سیاست‌های مختلف، به خاطر تصمیم‌گیری‌های مختلف، به خاطر هر چه که هست، ولی نمیشه دیگه کار کرد اینها رو و آدم مجبوره یه جوری اصلا ژانرشو تغییر بده، مجبوره یه جور دیگه نگاه کنه به قصه، مجبوره یه جور دیگه بگه روایت‌ها رو که بشه، میدونید؟ توضیحش خیلی طولانیه، شاید یه روزی همه چیزو با جزئیات بگم، ولی خودتون میدونید دیگه. به حال ما با اون خاطره ها، اون خاطره ها هم تاریخ هن، هم خاطرات ما هن، هم تاریخ سیارسازی طنز در ایران هن که خیلی تغییر دادن، اصلا همه چیزو خودت تغییر دادی، همه چیزو. ممنونم، لطف دارید. آره. برای دارازی موفقیت دارم. خیلی ممنونم. نمیخوام وقتت زیاد بگیرم، چون برام خائن کشی خیلی مهم بود، خیلی و بازی تو خیلی مهم بود. مرسی. نمیخوام وارد حاشیه های دیگه ای که این مسائل. خیلی ممنون، افتخاری بود. قربونت برم. روبرتون بشینم. امیدوارم شما همیشه سلامت باشین، برقرار باشین، فیلمتون رو بسازید و ما کیف کنیم. ما مخلصتم، موفق باشید. به امید. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم. برم.